نقش حصار یا دیوار در اطراف واحد مرغداری چیه؟ اگر به مباحث این ویدیو علاقه مند هستید لطفا تا انتها با ما همراه باشید سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من دکتر عبداللهی هستم دامپزشک و به صورت تخصصی در ارتباط با بهداشت پرورش و بیماری های مرغ و گوشتی فعالیت دارم قبل از اینکه موضوع این ویدیو رو شروع بکنیم ببینید توی بگراند تصویر چه منظره زیبایی دیده میشه شالیزارهای استان گیلان همیشه به خاطر مناظر بکر و طبیعی خودشون یه جذابیت خاصی دارن یه سکوت خیلی خوبی حاکم دوست داشتم این ویدیو رو تقدیم بکنم به شما عزیزان در مرداد ماه اوایل مرداد ماه سال 1401 در این ویدیو رو ضبط میکنم یه حال هوای خیلی قشنگی داره که تقریبا هم اگر مشاهده بکنید خیلی قشنگ توی برنجزار خوشه های برنج هم تقریبا رسیده به مراحل انتهای خودش خب موضوع این ویدیو در ارتباط با این هستش که شما نقش حصار یا دیوار در اطراف واحد پرورش مرغ و گوشتی خودتون رو چطور ارزیابی میکنید آیا اصلا در اولویت خودتون قرار دارید به عنوان یک پرورش دهنده یا نه در این ویدیو میخوایم به صورت خیلی در واقع کوتاه به مزایای این موضوع بپردازیم و تره توجهی هم خدمتتون داشته باشیم هزینه های بهداشت و رعایت کردن اصول بهداشتی بسیار کمتر از هزینه های درمانی هستش شما باید بدونید که رعایت اصول امنیتی زیستی و قرنطینه همیشه جز اولویت کارهای یک مردار باید قرار بگیره و اگر گله درگیری بشه یا مشکلات مربوط به درگیری براش پیش بیاد اتفاقی که میفته این که هزینه های درمان اونقدر بالا میره و گله شما هم نهایتا به اون نتیجه ای که باید برسه هرگز نخواهد رسید نقش حصار یا دیوار در اطراف واحد مقداری چقدر میتونه مهم باشه و آیا ما به عنوان یک مقدار باید این موضوع رو در اولویت کار خودمون قرار بدیم یا خیر ببینید افراد متفرقه و افرادی که هیچ ارتباطی با بحث پرورش ندارند هرگز نمیتونن وارد محبته مقداری شما بشن حیوانات وحشی یا اهلی هم نمیتونن وارد محبته بشن اگر شما در یک منطقه تراکم هستید که تعداد زیادی مقداری رو اونجا دارید این باعث میشه که تلفات یا حالا لاشه پرنده های ای که بقیه مردار ها مبتلا به تلفات شدن در در واحد های مرداری اطراف شما اون لاشه ها در واقع به محبت مرداری شما انتقال پیدا نمیکنه و از خطر اون کاملا در امان هستید یک طرح توجیه هم میخواستم در این ویدیو برای شما داشته باشم چون زیاد نمیشه در ارتباط با این موضوع صحبت کرد خیلی حوصله سربر میشه ببینید یک واحد مرغداری که در استان گیلان قرار داره و خیلی حالا پرورشش میتونه به نسبت استانهایی که خشک هستن راحت تر باشه برای یک دوره پرورشی حدوداً برای سی هزار قطعه در این تایمی که خدمتون عرض کرده میشه در حدود سی میلیون تومن برای یک بار درمان بیوتیکی شما باید هزینه بکنید حالا شما تصور بفرمایید که اگر این هزینه ای که شما میخواییم برای یک واحد پرورشی با این ظرفیت برای درمانش انجام بدید این هزینه رو اگر شما جویی بکنید و اختصاص بدید به کشی یا دیوارکشی دور مرغداری چه کمکی میتونه بهتون بکنه اصول قرنطینه بسیار خوب رایت میشه هیچ گونه در واقع نفوذی شما به داخل نخواهید داشت حالا یه سری پرنده های میان به هر حال مثل گنجش مثل کلاق یا حالا پرنده های دیگه وارد محوطه میشن اما چیزی که وجود داره اینه که شما افراد متفرقه و همچنین حیوانات اهلی و وحشی به راحتی نمیاد نمیتونن بیان داخل محوطه مقداری شما این موضوع خیلی خوب هستش که رایت میشه خب شما اگر گوشه ای از سود اقتصادی خودتون در یک دوره پرورشی رو به حسارکشی یا دیوارکشی در دور مغداری بپردازید و همچنین اگر هر سری یا هر دوره یک مقدار از این دیوار کشی رو انجام بدید یا کلا یه هزینه برآورد بکنید و کل دوره محوطه مرغداری رو حسار کشی انجام بدید یا دیوار بکشید این باعث میشه که بسیار به شما کمک بکنه توی رعایت اصول قرنطینه و بهداشت خب در انتهای این ویدیو میخوام خدمت شما اعلام بکنم بنده به عنوان یک دامپزش و فعال در زمینه پرورش مرغ و گوشتی میخوام بگم که اگر واحد مرغداری شما دیوار یا حسارکشی مناسبی داشته باشه اگر در یک منطقه آلوده قرار داشته باشید در زمانهای بیماری های ویروسی که همه واحد های مرغداری تلفات سنگینی رو دارن شما در یک واحد با رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه و یک حسارکشی مطمئن و دیوار مطمئن تلفات بسیار کمتر و ضرر اقتصادی کمتری رو در بیماری های ویروسی خواهید داشت و این طرح توجیهی بسیار ساده که خدمتتون عرض کردم میتونه به عنوان یکی از نقاط پرکاربرد این ویدیو باشه مطمئنا هزینه اولیه که شما انجام میدید برای این کار به مرور زمان طی دوره های مختلف در میاد و مرغی که شما تولید میکنید مرغ بسیار با کیفیتی هستش پس توی این موضوع هیچ شک و شپهی نداشته باشید و حسار کشی یا دیوار کشی در دور محوطه مقداری خودتون و رعایت اصول بهداشتی رو توی اولویت کارتون قرار بدید ما دامپزشک هستیم و باید همیشه توصیه‌مون این باشه که در زمینه بهداشت و قرنطینه بیشتر به شما کمک بکنیم زمینه های درمانی خوبه میتونیم به شما کمک بکنیم اما هزینه‌ای که رو دست شما میذاره و سلامت گوشت رو به خطر میندازه یه جورایی دیگه فایده نداره ما ابتدا اصول بهداشت و قرنطینه رو به شما یاد بدیم بعد حالا در مورد بیماری ها بیشتر صحبت میکنیم امیدوارم که موضوعی که امروز برای شما در موردش صحبت کردم براتون کاربردی بوده باشه حوصلتون هم سر نرفته باشه تا ویدیوهای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار